به نام خالق هستی، سروران گرامی، شنبهتان بخیر. آرزومندم حال و هوایتان خوب باشه. رخصتی های تابستانی حتما یک تعداد زیاد سر به ولایات زده و خیلی هم با انرژی برگشتن به پایتخت و دوباره به دفتر حاضر شده و مصروف کار و خدمتگذاری. آرزو میکنم که صداقت سرمشق زندگیتان باشه. ما هم رفته بودیم به یکی از ولایات، دوباره برگشتیم و از دریچه زندگی در خدمتتان هستیم. و قسمی که عرض کردم، امروز شنبه و خوشبختی دیگه اینجاست که ما شنبه ها بزرگواری را با خود می داشته باشیم و همراه او بزرگوار معرفی میشیم. و شخصیت امروز کسی است که بیشتر از 20 پارلمان را دیده و تجارب زیادی را با خود آورده به افغانستان. و چه خوب است که صحبت های امروز ما هم بیشتر پارلمانی باشه و بشنویم از مهمان ارجمند جناب قدم علی نکپای، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه مجران و جرگه شورای ملی، که تا چه اندازه پارلمان افغانستان معیاری است و کارها و برنامه هایی که در این پارلمان صورت میگیره با پارلمان های جهان واقعا سر میخوره یا نه، و موضوعات دیگری که مربوط به زندگی شخصی خودشان میشه. همراهیتان را خانم ارجمندان برنامه، جناب نکپای، خوش آمدید به استودیوی زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. با تقدیم سلام خدمت شما و بیننده های شما و فرستادن درود و سلام به ارواح شهدای وطن در خدمت هستم. سوالات اگر سلامت باشین، سوالات که بیش از حد است، آرزو میکنیم وقت با ما یار باشه. جناب نکپای، خوب است ابتدا از خود شما بشنویم، یعنی پیرامون خود شما، که جناب نکپای تحصیلات را در کجا آغاز کرده، در کدام رشته و کارهای ابتدایی شما در کدام سمت ها بوده، همین موارد ما هم میشنویم. تشکر. ما به خاطر زیقی وقت یکم مختصر در این ارتباط معلومات میتونم. ما سال 1365 از پانتون کابل از بخش زبان و ادبیات دری فارغ شدیم. بعدا یک سالم یک دوره ماستری نامکمل در تاشکند ازبکستان در بخش علوم اجتماعی خواندیم. بعد از اون ما یک روزنامه بود وقت به نام روزنامه پیام در شعبه اطلاعاتش به حیث خبرنگار ایفای وظیفه کردم. بعدا یک مجله بود مربوط اقوام و قبایل به نام مجله غرجستان به حیث سکرتری مسئول اجرای وظیفه کردم. و بعدا خبرنگاری آژانس اطلاعاتی باختر بودم. بعدا آژانس خبری پژواک که سالهای 1384 شروع به کار کرد با دیگه همکارا، ما از جمله مؤسسینش بودیم. یک مطبوعات تیپی نو ما در افغانستان یک خبرگزاری تیپی جدید را به وجود آوردم. بعد از اون ما سال 84 به پارلمان و رئیس اطلاعات و ارتباط عامه دانشگاه مشنان جرگه، این بودی 13 سال است که هم بخش مطبوعات از کارایش در همین بخش ایفای وظیفه کردیم و تا به حال همین سمت قرار داریم. بسیار عالی، حتما علاقمندی زیاد داشتین دیگه به خبرنگاری. طبیعی است وقتی که همون رشته را از ابتدا خواندیم به واقعیت شوق و علاقه هم داشتیم. حدود 25 یا 27 سال قبل من نوشتن و مطبوعات و بینا در همون مسیر یکی حرکت کردیم، رفتیم دیگه بودیم. منتها یک چند وقتی 4-5 سال را من در یک بخش اداری هم کار کردم، رئیس امور شهدا و معلین ولایت بغلان بودم. در غیر از همیشه در مطبوعات 25 یا 24 سال من در بخش مطبوعات دفاع وظیفه کردیم. وضعیت خبرنگاری در اون زمان چی بود نبود؟ اگر بگویم مطبوعات در این سالهای بعد انکشاف کرد، وقت مطبوعات دولتی بود، مطبوعات آزاد به اصطلاح نبود. اگر به یک تیپ دیگه بگم، مطبوعات تیپ سوسیالیستی بود، یعنی یک طرفه بود، مطبوعات رواج نداشت، رسانه های آزاد فعالیت نداشت. خب با این وضعیت حتما بیننده هم طبعا نداشت، بیننده هم چون یک طرفه بود، گرچه یک تلویزیون بود و بعضی چند روزنامه بود، مردم مجبور بود با همو مراجعه میکرد و میخواندن. اگر مصرفیت ها دیگه هم کم بود، مردم حتما با اون تعدادی مراجعه میکردن به رادیو تلویزیون، و یک تلویزیون بودند و یک دو سه چهار تا روزنامه و بعد روزنامه های ولایتی. و این مطبوعاتی که به این وسعت و
تنوع مختلفی که فعلا ما و شما ببینیم، تلویزیون است، رادیو است، روزنامه است، جراید است، مجلات است، به این اندازه نبود و محدود بودی واقعیت است. امنیت خبرنگارا تا چه حد تامین بود؟ امنیت خبرنگاران در وقت هم تا این اندازه مشکل نبود، از نگاه امنیتی بسیار کم بود. یعنی با آن که تنوع ایجاد شده رسانه های مختلف، ام از دیداری، شنیداری و چاپی، ولی متاسفانه امنیت خبرنگار تامین نیست. بله، امنیت خبرنگار تامین نیست. وقت تامین بود، مطبوعات در بخش های رادیو، تلویزیون، روزنامه ها یک شعبه داشت به نام شعبه مطبوعات نظامی، خبرنگارای نظامی بودن، اونا می رفتن گزارش ها و گپا رو اونا تهیه می کردن. و یک خوبی وقت بود که اشتغال وقت متفاوت بود، خبرنگاری بخش اقتصادی رو جدا آموزش میدید، خبرنگاری بخش ورزش جدا آموزش میدیدن، خبرنگار نظامی، فرهنگی، اینا هر کدامش به رشته های مختلف، در امون رشته یک رشته تقریبا رشته خاص خود اونا آموزش میدیدند و پیش میبودند. امنیتشان هم و امنیت تامین بود، خبرنگارای نظامی میرفتند، اونا هم کمک میشد، مسئولین عسکری نظامی وقت همراهشان زیاد هم کاری میکردند، امنیتشان واقعا خراب نبود. و فعلا متاسفانه که میبینیم زیاد خبرنگارا، ما در یک سال چه تعدادی از خبرنگارا را از دست دادیم، تلف شدند و واقعی کار شده. فعلا 13 سال است جناب نیکپای به پارلمان، او هم بخش اطلاعات و ارتباط عامه خدمت گذار هستیم. بله. چه کارهایی را در بخش های مختلف اطلاع رسانی انجام داد؟ ما خدمت شما بگیم، مطبوعات پارلمانی قبل از این در افغانستان مراویج نبود. در واقعیت ما و همکارای ما گاهی میشینیم میگیم که ما مؤسس یا مطبوعات پارلمانی هستیم، مکتب پارلمانی را به وجود آوردیم. ما در این 13 سال یک نوع مطبوعاتی که در بخش خبررسانی دارند، در بخش اردو مجلس او را پیش بردیم. قبل از این سبک و میتودی وجود نداشت، صرف ما یک مجله را پیدا کردیم از کتابخانه عامه به نام مجلس سنا، دیگه خبری یا گزارشی یا کدام مجله های تیوریکی چیزا هرگز نبود از پارلمان های گذشته. این در گذشته ها پارلمان بود ولی نداشت این چیزا را. ما علاوه از اینکه سبک خبری را ایجاد کردیم، اینجا ما آرشیف بسیار خوبی را ایجاد کردیم. اگر شما بخواین که مجلس مشران جرگه در 15 قوز سال 1390 چی کار را انجام داد یا چی تصمیم را گرفتن، ما در ظرف 10-15 دقیقه میتونیم هم تصویرش، خبرش، آرشیفش، عکسش، تمامش به وجود بیاریم. و ما که فکر میکنم خوب تر از همه به نزد ما هم آرشیف است. و دیگه ما یک مطبوعاتی بسیار ثقه از تاریخ فعالیت مشران جرگه، یک جریده داریم به نام مشران جرگه که ما او را به طور نقل قول مستقیم یا لایف نشر میکنیم. امروز هم شماره 129ش به مطبعه رفت. یعنی تمام فرود و فراز هایی که در داخل مجلس سنا شده، تمام موزگیری هایی که بوده، چی مثبت چی منفی، بدون کم و کاست، بدون اینکه کمی و زیادی بیایه، کمی و زیادی بیایه، ما این میره نشر کردیم. و این خودی از این یک در واقع یک تاریخ ثقه مشران جرگه است. یعنی دست نزدیم، دست خورده نیست. این را میتونه بعد نسل بعدی یا محصلین بخواهند در این مونیگراف بسازند یا تحقیقات شده که دوره 15 چه قسم یک پارلمان بود، دوره 16 به چه شکل بود، چه ضعف ها را داشت، چه قوت ها را داشت. اینا کلش در اون مجله مشیران جرگه است. و همچنان آن چرا که جوانان دانشجو هم مراجعه میکنند به خاطر مونوگراف و تیزس خود، تا هنوز به عنوان مونوگراف خبر ندارند و آگاهی. من میخواهیم برشان بگویم میتونه اگر کسی بگیرند در باره ضعف و قوت پارلمان یا در باره برخی چیزا، ما به دسترسشان قرار میتیم. جریده مشران جرگه تمام شمارایش هم در کتابخانه مشران جرگه است، هم در کتابخانه عامه است، هم در اطلاعات فرهنگ است، هم در پوهنتون کابل. و ما یک کار کردیم، چیزی کتابخانه هایی که در 50-60 بوده ما آرشیف کردیم، روان میکنیم که آرشیف شده، به خاطر اینکه اگر یک جای تلف میشه، ضایع میشه، یک جای دیگه باید بمانه. این کار هم ما کردیم، مجله خود روان کردیم. یعنی آنقدر تاریخ پارلمان اردو مجلس به دوره 15 و 16 و 33 و بیغش و بیغرض است که هیچ مثال ندارد، چون به طور نقل قول مستقیم اونجا نگارش یافته. به لحاظ آرشیف شدن آنچه که گفته شده و آنچه که انجام داده شده، بله، آنچه که انجام داده شده، آنچه که گفته، یعنی دخالتی از بیرون صورت نگرفته که ما آب نوشته کرده باشیم. حتی اگر کسی آب استعمال کرده، ما امور آب نوشته کردیم. به این خاطر است که یک تاریخ ثقه پارلمان از اردو مجلس
خصوصاً از مشران جرگه فعلا ما داریم که در آینده او به درد بخوره. باز از طرف خود وکلا چطور آیا دخالت صورت گرفته یا نه؟ نه خیر، او موضوع گیری خود وکلاست. درباره یک قانون است، یک کنوانسیون است، یکیش رای مثبت میده، یکیش منفی میده، یکیش قبول میکنه، یکیش یک چیز دیگه میگه، یکیش درباره مسائل سیاسی است، موضوع گیری های مختلف میکنه. ما هر دویش نشر میکنیم. خب البته در قسمت آرشیو شدن که چه باید زیاد شوه و چه باید کم شوه، شاید موارد باشه که برای خود وکیل خوشایند نباشه و از شما خواسته باشن که ای هست شوه. نه ای گپ نمیشه، این پالیسی پارلمانی است، دارنشاه مشتان جرگه مکلفیت و مسئولیت داره، این حق وکیل هم نیست که بگوید شما صحبتی انجام شده مرا پس بکنین و نگفته هم، و این یک چیزی است که یک مسئولیت وظیفوی ماست، مربوط خود ماست، آنچه گفتم ما او را نشر میکنیم و به دسترس نشر میسپاریم به خاطری که یک تاریخ واقعی پارلمان اونجا ثبت شد. از گذشته گفتین فقط یک مجله را شما پیدا کردید. بله، یعنی آرشیف نمیشده دیگه. نه نه، آرشیف نمیشده، حتی هیچ آثار و علایمی نیست که اونجا اگر متفرقه در کدام خانه یا نزد کدام بزرگواری کدام عکسی نوشته تصویری باشه. ولی فعلا ما گفته میتونیم که پارلمان افغانستان ما زنده نگه داشتیم دوره 15 و 16 را که آرشیف است، تمام مسائلش پیش ما است، ولی اگر در یک جای نابود میشه جای دیگه است. یعنی پارلمان افغانستان در کنار او همه مشکلاتی که داره خوبی ها و ویژگی های خود هم داره که باید انعکاس داده شود. طبیعی است پارلمان خوبی ها و ویژگی های خود دارد. پارلمان شما پیشتر از میاری و دم میاری گفتین هر کار که نو شروع میشه طبعا که او میاری نیست و به تدریج میاری میشه. ما پارلمان های دیم همون پیچ خود را داره، باید بپیماییم تا به سر منزل مقصود برسیم دیگه. 200 سال 300 سال 250 سال کار کردن تا میاری شدن و همچنان اگر در افغانستان اگر فکر کنیم یه چیزی هم میاری بسیار کم چیزا خواهد بود که در افغانستان میاری باشه. تنها ما نمیتونیم که بگیم پارلمان میاری نیست، ما میتونیم بگیم قوه قضاییه در بعضی بخشا شاید میاری نباشه، یا اجرائیه میاری نباشه، یا سیستم تعلیم و تربیه ما میاری نباشه، یا صحت عامه ما میاری نباشه، ولی همگی باید به سوی میاری شدن حرکت کنیم. این خیلی مهم است، این مهم است که نیت داشته باشیم به خاطر میاری شدن. دوستانی که تازه به زندگی پیوستین، جناب قدم علی نیک پای رئیس اطلاعات و ارتباط عامه مشران و جرگه شورای ملی تشریف دارن اینجا. بیشتر میشنویم از پارلمان افغانستان و در کنار او از پارلمان های دنیا که چقدر معیاری هستند و همچنان پارلمان جوان هم اشارات خواهیم داشته. همراهی شما خوبان را با برنامه خانم. خب شما به بیشتر از 20 کشور سفر داشتین و پارلمان ها را دیدین، میشه از آنچه که آموختین و تجاربی که با خود برگشتاندین به کشور صحبت داشته باشین؟ بسیار عالی. ما درست است زیاد پارلمان ها را دیدیم و گرچه ما به سبک پارلمان فرانسه استادان ما را که دو ماه درس دادن به او سبک درس خواندیم، ولی ما عملا استاد قانون ما بیشتر برگرفته از قانون فرانسه است. چی قانون اساسی و چی قوانین دیگه ما نمیدونه، ما چرا اینقدر متاثر از کشور فرانسه هستیم؟ تا حدود خود ما هم تلاش میکنیم، اونا هم تلاش میکنیم، خدمات بیشتر رو میخواند انجام بتیم در عرصه دموکراسی که ذره پیش قدم هستن. بله، باز در قسمت قوانین باید ما بیشتر متوجه جو حاکم کشور باشیم که در جامعه ما مثلا عرف عنانات چگونه است و بر اساس او باید قانون ساخته شود. خب بازم ما و شما میگیم که ما هم تلاش ما و شما همگی افغان ها هموطن های عزیزی ما هم است که باید ما معیاری شده بودیم، هر چیز خودکفا شویم. به ارتباط پارلمان ها، من در پارلمان کانادا تقریبا تخصصی ممو عملی وجه که دیدیم یا خواندیم یک کورس طویل المدته، بیشترین چیزی که خوش آمد و روزانه در حدود 4000 کانادایی از پارلمان دیدن میکنند، پارلمان رو میبینند و اونا گفتن هیچ فردی نیست. یک رقم بسیار بالا هم است دیگه. بله، 4000. بله، سرویس های استاد است، اما مثل ملیبس واری درگرد حرکت است، میه و بالا میشه و پس پارلمان داخل به نوبت میره، بس ده ها مربی و معلم است برشان نشان میده و اونا گفتن هیچ پارلمانی، هیچ فرد کانادایی نیست که پارلمان خود ندیده باشه. ما که براحتی باز داخل پارلمان شده نمیتونیم. ولی ولی این مشکلات وجود داره متاسفانه. بسیاری از شهروندای ما هنوز نمیدونن پارلمان یعنی چی و یعنی چقدر اعضا داره. ولی بالاخره در کجا موقعیت داره. ولی چی رسه به ای که اونا داخل پارلمان را پیدا کنند. ولی یعنی بسیار مهم است عامه مردم باید درباره پارلمان، درباره دموکراسی، درباره این چیزا
بدانند معلومات کافی داشته باشند. یعنی اونا عملا دموکراسی را تجربه میکنند. تجربه میکنند. شعاری نیست. میبینند، الان میبینند شفافیت است، علنیت است، وکلایش، اعضای قوی اجراییش به چه شکل و شیوه کار میکنند. بعضی ها نظریات پیشنهادی دارند درباره قوانین را میکنند و او جمع میگویند. و دیگه مفکوره پیدا میشه که همه قدرت چه قسم تعویض میشه در این کشور. میبینن که به اساس رأی مردم، به اساس دموکراسی قدرت ها میایه و میره و پیش نظرشان و قدر زیاد مهم هم نیست سر ازی پافشاری کنی که نسل از نسل از یک کسی باشه. همیست که ساحه کودتاها، ساحه حرکات نظامی درباره به دست آوردن قدرت در همچه کشورها به اصطلاح یا یک نیست یا به کلی محدود است یا کم است. آها، از پارلمان ما و شما روزانه چه تعداد اشخاص دید و بازدید می داشته باشند؟ بله، بسیار عالی. ما سالهای گذشته به واقع زیاد داشتیم، تقریبا هر جلسه در حدود 30-40 تن از محصلین یا شاگرده اینا را ما می آمدن همراهشان حتما دعوتنامه فرستاده می شود، نه اینکه تقسیم اوقات داشتیم. بعضی مثل کشور خود... کانادا که شما بعضی خود اونا تقاضا می کرد، بعضی ها را ما چیز می کردیم. طبعا طبق یک تعامل دو طرف هم می شه که دو طرف آمادگی به. داشته باشه اونا را می آوردیم. ولی متاسفانه بعدا یک روز مجلس سنای ما تشویش نگرانی کرد که وضع امنیتی خوب نیست، که نشه خدا نخواسته محصلین شاگردای مکتب اگر مشکل را نبینن در این شرایط دشوار. اما وقت تا امسال ما تا حدود کم داشتیم محصلین و متعلمین، ولی هرگار مؤسسه و هر نیادی خودشان تقاضا داشتن میخواستن بیایند اینا را ما در برنامه های آموزشی داشتیم. و در برابر او باز ما یک کار کردیم، چند تا مربیایی که داریم به مکاتب و بعضی جای روان میکنیم، اینا در باره پارلمان اوجه میرن در مکاتب همین لکچر و معلومات و بعضی گپای خود میتن. به این شکل یک بخش کاری ما آگاهی مردم یا ترویج فرهنگ پارلمانی است که ما از طرق و وسایل مختلف میخواهیم که پیش میاد. جناب استاد نیکپای، خب شهروندان عادی افغانستان چگونه دسترسی پیدا کنند به پارلمان؟ او شهروندایی که نه دانشجو هستند و نه هم کارمند یکی از موسسات و نه هم بالاخره سواد دارند، اما مشکلشون بیش از حد است. چگونه را پیدا کنند؟ مشکل است، یک تمنیجه، یک نیادی باید باشه که اینا را تنظیم بکنند. ما چند بار از مردم هم داشتیم، بعضی وکلای گذر تماس گرفتند از محله خود یک تعداد جمع کردند. ای به طور انفرادی برای ما مشکل است، به واقع نمیتونیم. یک تعداد اگه 30-40 نفر می آوردن باز ما به تالار نزدیک تالار میشتن، از جای مشاهدین میگه از اینجا باز طریق جلسه مشاوران جرگه گالری همو یک میدیدن. نام مشخص داره که فکر کنم مشاهدین میاین. بله، مشاهدین میاین اونجا مشاهده میکنن. بله، اونجا حتی تالار در پارلمان جای رسمی برای مشاهدین است. حتی پارلمان جدید را که ایندیا ساخته 34 جای برای مشاهدین اونجا جای گذاشتن. بخی جایگاه داره، اونجا میشینن میبینن که سناتور ما یا وکیل ما با چه شکل شیوه کار میکنه، با چه قسم موضع گیری میکنه. بس همینجاست. خب ما از طریق رسانه هم میتونیم ببینیم که وکلای مردم مصروف چه کار و بار هستن. ولی ارتباط باید دو طرفه باشه، شهروند باید مشکل خود را بیان کنه و وکیل باید بشنوه. بله. در قسمت قوانینی که تصویب میشه باید نقد و نظر خود را شهروندی که بالاخره اونجا حضور به هم میرسانه باید داشته باشه، که اونجا با تاسف بگویم ارتباط یک طرفه است. تقریبا ما تا حدودی به این شکل شیوه هم کار داشتیم که بعضی وقت از نهادهای مدنی، از مردم، از بعضی کسایی که خبر شده قانون اینجا آمده طرح و گفتهایی داشته، ما اونا را خواستیم، آمدن، حتی هم در تالار شدن با کمیسیون ها صحبت کردن. چون یک بار ما هم حضور داشتیم با جمع از خبرنگارا، فقط حضور ما بود، بیننده بودیم. بله. ارتباط دو طرفه ایجاد نشده. بله بله. بود اونجا داخل تالار به اون شکل چیز نیست، ولی کسی وقتی که گفتنی داره، طرح و نظر و پیشنهاد داره، باز او از طریق کمیسیون ها در کمیسیون ها حضور پیدا میکنه، در کمیسیونی که همون قانون زیر تدقیق و مطالعه است. بله. اونجا باز نظریات خود ایران هم میکنه. طبعا در جریان آجندایی که در جلسه عمومی، جلسه رسمی است، اونجا جایی برای ابراز نظر نیست. حتی ما مامورین دارالانشا حق نظر و ارائه گپا رو نداریم، حق رأی دست بالا کردن نداریم، حق کف زدن نداریم. اونجا و یک فضای سیاسی است برای خودی هم وکلا و سناتورا است که اونا میتونن اونجا کار کنند. هرگاه اگر کسی داشته باشه، ما سایت داریم، از طریق وبسایت ما است، بعضی ها نظریات خود روان میکنه، نامه ها روان میکنه و همچنان اونا مراجعه میکنن، باز تنظیم میکنیم ما یا ریاست تقنینی ما
در کمیسیون ها میره، قانونی که اونجا زیر بحث است مطالعه میشه، تحقیق میشه، بالای از اون نظریاتشان هم میگیرند. بعضی وقتی کار شده، ولی درست است که چیزی در افغانستان 100% درست اجرا نشده، یعنی مقطعی بوده، دوامدار نبوده، ولی بعضی وقت شده، بعضی وقت شده و بعضی وقت واقعا نشده. کاش کار صورت بگیره که این کار دوامدار شود، این میتونه که حلال مشکل باشه. روسی جناب استاد نیکپای، از پارلمان کانادا یادآور شدین، خب پارلمان های دیگه چطور و آیا مشاجرات لفظی و فیزیکی به دیگه پارلمان ها هم صورت میگیره، مثل که به پارلمان افغانستان مشکلات خود را داشت و هم اکنون هم بعض روزها ما شاهد هستیم میبینیم که مشکلات خاصی هنوز هم وجود داره؟ والا از تا حدودی به هر جای است، اینجا دو نظر داره. یکی از نگاه واقعیت است که بعضی کس همون تو قهر میشن به عکس العمل نشان میده، یکی دیگه هم یک صحنه سازی و یک شکل است در بعضی حالات، در بعضی جایی که کسی خود مدافع حقوق یک بخش یک کاتگوری نشان میده، وقتی که او گپ خلاص شد با هم یکی است که مشکلی هم ندارم. عجب. گاگای به این شکل است و گاگای به اون شکل است. صورت میگیره ولی بعد میگیره دوباره. بعضی گپ ها بعضی حرکات دیگه در بعضی پارلمان های دیگه هم صورت میگیره، و قدر گپی چیز هم نیست زیاد که مردم میکنه و مشکلی چی نیست، ولی گپی ای است در پارلمان ها مردم باید امید ایره داشته باشه که قوانینش قوانین خوب تصویب شه و قوانین به زودی تصویب شه و قوانین عام حکومت و دیگه نهادها بتونه درست تطبیق بکنه. یکی یک وکیل اگان بار اگر پرخاش کردن دو کدام گپ گفت اگر نکنه خوب است. جناب استاد با پوزش از زود تصویب شدن قانون کرده، دقت کردن روی قانون بسیار مهم است. چیزی واضح است. همی که دولت 34 ما عضویت بسیاری از کنوانسیون‌های بین المللی را داریم، ولی ناگاهانه متاسفانه ما رفتیم عضو شدیم، ولی بعدا وقت متوجه شدیم که واقعا به ضرر ما بوده. واقعا قانون هم درست تصویب شوه، اصلا فلسفه درستی دی تصویب درستی قانون در مشران جرگه در بخش انتصابی است. همی 34 تنی را که رئیس جمهور میخواه به طور انتصابی اینا را معرفی بکنه، اینا باید فطرتاً یا در فلسفهش این است که اینا باید متخصصین باشه در بخش‌های مختلف قوانین، یکیش متخصص بسیار ورزیده باشه، دکترا داشته باشه، مثال از بخش جراحت. بحث دیگر هستی دیگهش از حقوق، دیگهش از 13 سال تجربه دارین از پارلمان. انتصاب 34 نفر از طرف فرد اول کشور و یا هم رئیس جمهور چقدر استقلالیت قوه مقننه را زیر سوال میبره؟ یعنی ما سی قوه ما باید مستقل باشه و هر کس مصروف کار خود. خو یک گپ است، اول خو فلسفی انتصابی و همیست که متخصصین باید معرفی شوند به خاطر یعنی تدقیق قانون که فعلا خود شما گفتین. بله. هر کسی از شورای ولایتی میاد ولسوالی میاد ممکن بعضی متخصص نباشه، او آمده دیگه. همین آدم متخصص باعث شد که ما بسیاری از قوانین خود را واقعا مشکل داریم، ولی تصویب شد. بله. بسیاری از کنوانسیون ها را ما عضویت گرفتیم ولی بعدا متوجه شدیم که به ضرر ما بوده. یکی این مسئله است که اینمی 34 نفر فلسفه عرض کردم همیست که یک کسی در بخش سیاست نامه، یک کسی در بخش حقوق، کسی در بخش اقتصاد، در نوردی، در نظامی، اینا باید تخصص داشته باشه. وقتی قانون میاد درباره قانون بانک ها، باید اینمی شخصی که اقتصاددان است بیشتر اینمی نظری دقیق خود بیتیه. فلسفه سناتور انتصابی اینمی است که گپ نیست که حتما باشد نماینده خاص راست حکومت باشه. ولی یک چیز دیگر هم میخوایم خدمت هموطنان کوتاه میگم، ای است که ما نباید این انتظار داشته باشیم که پارلمان حتما باید با دولت با حکومت طرف باشه. ای در هیچ کشوری به این شکل شیوه نیست. در او وقت طرف است که یک کار خلاف قانون واقعا میشه. در غیر از او پارلمان ها ورسی قوی دولت باید با هم متکی باشه، پایه ها باید به اکدیگه خود حفاظت کنه. یکی بحث استقلالیت است که باید حرسی قوی ما استقلالیت خود را داشته باشه. طبیعی استقلالیت خود داره در وقت رای گیری. این تمام مجلس سناخ و انتصابی نیست که کلش به نفع دولت یک قانون چه میدونیم زمانی که 34 سناتور از طرف رئیس جمهور بالاخره انتصاب میشه، خواه که به نفع رئیس جمهور کار و فعالیت و اینا هم صورت میگیره. 68 سناتور دیگه هم از 34ش شورای ولایتی، 34ش شورای ولسوالی است. اگر اینا فرزن که شما میگین به نفع دولت یک چیز رو تصویب میکنه، خب 68 نفر دیگه خود اونا رای نمیته باز. اونا باید رای نتیان. یعنی اگر کار به ساختن و به دلسوزی باشه به این شکل است. اول باید سناتور درست قوانین رو تفکیک کنه و رای بده در بخشای دیگه یا وکیل یا سناتور. دوم اینکه باید به این فکر نباشیم که یک پارلمان حتما بر ضد دولت یا بر ضد قوه قضاییه بر ضد از اونا باشه. به نام توازن قوا گفته درست است،
ولی اینا هر کدام باید در جایش ممید یک دیگه باشه. مسائل ملی سلامت باشین جناب قدم علی نیک پای، رئیس اطلاعات ارتباط عامه مجران و جرگی شورای ملی که اینجا تشریف آوردین و با شما آشنا شدیم و با پارلمان افغانستان بیشتر معرفت حاصل کردیم. آرزو میکنم که شهروندان افغانستان براحتی با وکلای خود دید و بازدید داشته باشن و مشکلات خود را با اونا شریک بسازن. تشکر بسیار. نک دنیا شما هم تشکر. نیک فرمودین. بسیار تشکر است. روز شما خوش باشه. خوبانم ممنون از حضور و همراهی گرمتون. رسیدیم به پایان برنامه امروز و شما را به الله متعال امانت میکنم تا دیدار بعد فردا. خداوند نگهدارتون باشه.